خیلی متشکرم از همه دوستان به خاطر اینکه تشکر بدید از Berkeley Lecture Series به خاطر اینکه من رو دعوت کردم. همونطوری که شاده جین گفت، من در واقع بچه برکلی هستم، مادرم بچه پامنار بود، خود من بچه امجدیه بودم، ولی در واقع بچه برکلی هستم، عزیزترین دوستان من در برکلی هستم. در مورد اولا پوزش میخوام به خاطر تأخیر اندکی نه اندکی نیم ساعته دیر هنگام صحبت، ولی از قدیم گفتم مهمون خر صابخونه است و هر چیزی صابخونه میکنه ما هم میکنیم. ولی من میخوام در دو موضوع اندکی صحبت کنم، یکی همین موضوعی که اعلام شد شاه ولی شاه انقلاب، یکی هم در مورد روش کار در این کتاب. چند تا از دوستان سوالاتی کردم و فکر کردم اگر جواب کلی تر بهشون بدم اینجا اجمالا شاید بد نباشه. ببینید، به یک روایتی من کار در مورد دوران شاه رو در 1991 شروع کردم. 1991 ایرانیکا از من خواست آقای یاشاته که چند تا مقاله در مورد ایران معاصر بنویسم، از جمله یکی در مورد هویدا، یکی در مورد علی اصغر حکمت. به وقتی شروع کردم کار کردن دیدم واقعا با اینکه مقاله قرار بود 1500 کلمه باشه، مال هویدا 2500 کلمه، دیدم واقعیت به قول بیحقی از لون دیگری است. یک پدیده بسیار پیچیده است که ما خیلی ساده ازش گذشتیم. و از اون زمان شروع کردم کار کردن و زمان شروع کردم اسناد جمع آوری کردم. حدود 70,000 صفحه سند از آرشیف های مختلف است. آرشیو فرانسه، انگلیس، آمریکا، آرشیو های مختلف در آمریکا، که همه اینا رو هفته پیش تقدیم به دانشگاه استنفورد کردم. فکر میکنم از اوائل سپتامبر هر کدوم که از شما بخواهید میتونید به کل این اسناد رو اونجا ببینید. اینا در واقع مبنای بخشی از مبنای کار این کتاب بودن. سوای این اسناد، اینا اسناد همونطور که عرض کردم اسناد طبقه بندی شده بودن که بعد از گاهی 30 سال، بعضیاشون بعد از 70 سال، بعضیاشون فقط به تلاش من علنی شد. مثلا یه پرونده‌ای در مورد شکنجه هست که بسته بودن برای 75 سال و من تقاضا کردم از وزارت امور خارجه انگلستان که شاه رفته، دورانش الان 20 سال گذشته، دیگه شما چرا اینو پنهان میکنید؟ اونا چنین پرونده های رو مطالعه میکنن، تقاضا های رو مطالعه میکنن، اگر لازم دونستن، مناسب دونستن، اجازه میدن. مثلا پرونده مدرسه هویدا رو، اینکه آیا هویدا اونچنان که خلخالی ادعا میکرد به راستی در کار قاچاق شرکت داشت، یه پرونده ایست که برای ابد بسته است. من از وزارت امور خارجه فرانسه تقاضا کردم، اونها هم با یک شرط و شروطی اجازه دادن که من این پرونده رو ببینم. میشه به ضرس قاطع گفت که اونچه که خلخالی گفته مزخرفه. این اسناد همه الان اونطور که عرض کردم در اختیار دانشگاه قرار گرفته و به زودی در دسترس همه خواهد بود. مطمئن نیستم حق این رو داریم که دیجیتالایزش بکنیم، چون خودشون بعضیشون در آرشیو ها دیجیتال هستن، ممکنه با دانشگاه این حق رو نداشته باشه. به علاوه از همون زمان شروع کردم مصاحبه کردم با کسانی که این افراد رو میشناختن، به خصوص در رابطه با کتاب نامداران ایران که در مورد 150 نفر از شخصیت‌های مهم دوران محمد رضا، شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، نظامی، جاسوسی، یه جاسوس هم توشون هست اتفاقا، با این افراد، با خانواده‌هاشون، با دوستانشون، با دشمنانشون در حدی که میشد مصاحبه کردم. بخش اعظم این مصاحبه‌ها در نوار هست که اونها رو هم دارم فکر می‌کنم یه جایی بذاریم که دیگران بخوان بیان ببینن و صحت و سقم تصور من از اون حرفا رو بتونن تشخیص بدن، ولی برای اون هنوز جایی پیدا نکردم. برای اینکه اون محتاج کار هست که هر کسی، هر نواری شماره گذاری بشه، مضمونش تعیین بشه. اون رو من خودم خیلی سریع اولش گفتم ولی یکی باید چیز بکنم. از ترکیب اینها
و اون ترکیب اون چیزایی که در مورد شاه گفته شده یا در مورد هویدا گفته شده یا چیزایی که خود اینها نوشتن در مورد شاه واقعا 14 جلد کتابش رو من خوندم سخنرانی‌هاشو منظورم تمام سخنرانی‌ها و نوشته‌هاش مطالبی که در دانش در مدرسه به عنوان جوان نوشته بود اونها رفتم پیدا کردم در دانشگاه و بر اساس اینها ترکیبی از اینها این کتاب رو نوشتم ولی عنوان کتاب جان لوت کرد در مورد تصویر کتاب گفت و در ضمن باید بگم که تصویر رو جلدش روی خانم بسیار درخشان جوان ایرانی که جزو فعالین جنبش دموکراتیک بود و ناچار شد از ایران خارج بشه او طراحی کرده او چند طرح داد یکیش بود و تمام این ترکیبش و بعد اینکه شاه رو اونجا بگذاره اون شکل به شکل تاج کلمات رو بذاره اون همه ابتکارهای او بود ولی عنوان کتاب باید توجه داشت اسمش از نگاهی به شاه در این عنوان مستتر هست که این فقط یک نگاه به شاه نگاه منه به شاه هیچ ادعایی بیش از این فکر نمی کنم هیچ زندگی نامه میتونه داشته باشه زندگی نامه در واقع تلاش میکنه یه پدیده خیلی پیچیده ای رو که زندگی انسان هست اونم زندگی مثلا کسی مثل شاه 60 سال زندگی کرده 37 سال بر تخت سلطنت نشسته 14 جلد مجموعه سخنرانی‌هاشه صدها صد مقاله در موردش نوشته شده ده ها نفر در خاطراتشون در مورد او صحبت کردن چجوری میشه اینها رو ترکیب کرد و در 700 صفحه خلاصه کرد کاری که من کردم یه نفر دیگه اگر همه این اسناد رو به او بدیم همه این تجربیات رو او بکنه ولی آدم متفاوتی باشه یه چیزای دیگه ای رو مهم میدونه و میگذاره نگاهی به شاه در واقع تنها تضمینی که میتونه به شما بده تضمینی که من میتونم بدم اینه که هرگز سعی نکردم اگر به نکته ای رسیدم به لحاظ اینکه با باورهای قدیمی من ناسازگار بود کتمانش بکنم یا اگر فکر کردم که این الان بگم رفقای سابق از من دلخور میشن یا رفقای لاحق از من دلخور میشن یا فلان کس برچسب میزنه فلان طرفدار مصدق برچسب میزنه مقاله مینویسه اون نگرانی ها رو سعی کردم نگذارم تعیین بکنه سعی کردم اون چیزی که به عقلم میرسه بعد از نقادی بعد از اینکه سعی کنم هر چیزی رو که اگر بحث انگیزه بعد از تأمل بذارم گذاشتم ولی مطمئنم دیگران روایت دیگری خواهند داشت به علاوه خیلی چیزا هست که ما در مورد شاه هنوز نمیدونیم من در مقدمه و مؤخره بهش اشاره کردم من تقریبا یقین دارم نسخه ای از اسناد دفتر ویژه شاه در خارج از ایران هست شاه یه دفتر ویژه داشت همه یه گزارش هایی که به اونجا می آمد ضبط می شد در زمانی هم که معینان رئیسش بود به قایت منظم بود دقیقا تو کاغذها هست کی وارد دفتر شده کی شاه دیده چه دستوری شاه داده کی بایستید دنبالش بکنید من یک گوشه خیلی کوچیکی از اینها رو تو اسناد زاهدی دیدم ولی میدونم کل این اسناد هست در خارج و اگه خاطرات الان رو خونده باشید میبینید که در 10 سال نه در 10 سال آخر از 1967-68 در واقع دربار دفتر نخست وزیریه همه کار مملکت از اونجا انجام میشه وزیر دربار در واقع نخست وزیر مملکت علمه هویدا نصف کار رو حتی اطلاع نداره نامه اینا رد و بدل میکنم در مورد قیمت نفت اصلا وزیر نفت خبر نداره روزی که این اسناد رو بشه و بالاخره یه روزی رو خواهد شد من فکر میکنم تردید ندارم برای اینکه حتی میدونم که سعی کردن به ما در دانشگاه استنفورد بفروشن کسی یه دفعه من زنگ زد گفت اینها هست بین 5 تا 7 میلیون دلار میخوان اونایی که صاحب بشن من گفتم متاسفانه از اون پولی که سیاهی به من داده چیزی باقی نمونده همه چیز دادم به حمید شوکر کتاب در مورد قوام نوشت
آقای مزخرفی نوشته بود در لندن در آلمان که آقای شوکت رفت تقریبش کرد ناچارش کردم که بگه غلط کردم بخشی از ادعاش بود که من بخشی از پولایی که از سیاه گرفتم دادم که کتاب آقای کمک کردم به نیسن علیه قوام ولی متاسفانه 7 میلیون باقی نبود که اونا رو بخرم ولی روزی اینا رو میشه و روزی که رو بشه خیلی نکات تازه در مورد شاه خواهد بود که ما هنوز میزان ثروت شاه رو به قدر نمیدونیم هر که احساس بگه میدونه به نظر من مگر خود ملکه و وکلای شاه که من وکیلشم میدونم که میدونم چند شرکت ساخته میدونم چندین و چند جا سرمایه گذاری کرده میدونم چجوری این پولا رو تقسیم کرده میدونم دعواهای بین بچه ها سر پول چی بوده اینا اسناد رو همه رو دارم تو کتابم مانیفست کردم ولی اینکه کل این جمع قیمتش چقدره من نمیدونم تخمین میزنم زدم بر اساس اونم اسنادی که دوباره غیر قابل تردیده وقتی که شاه در 1958 بر اساس تخمین مشترک سفارت آمریکا و انگلیس در ایران 160 میلیون دلار ثروت داره دیگه نمیشه باور نکرد که در 1978 مثلا بیشتر از اون نداشته باشه من یه روزی بالاخره اون دفتر وکیل اون وکیلی که این کار رو میکرده یا خود خاندان سلطنتی تصمیم خواهند گرفت که این اسناد رو کنن جمهوری اسلامی هیچ چیز قابل استنادی در این مورد رو نکرده هیچ چیز یه سری اسناد در مورد بدهی های خاندان سلطنتی رو کردن که اونا قابل استفاده است به غیر از اون با اونا هم دقیقه من رفتم پیدا کردم اون کسانی که گفتم بهش بده کار مثلا اشرف یا شمس رفتم اون شخص رو پیدا کردم ازش پرسیدم این رقم درستی گفت آره درسته ما ساختیم فلان چیزو به اون پول ندادم به اون بده کار بدن ولی اون اصلا تخمینی به ما نمیده در مورد اینکه ثروت شاه چقدر بود ولی یه روزی حتما این اسناد رو خواهد شد پس ناچاریم در اون زمان یه بازاندیشی بکنیم اینکه یه بیوگرافی در مورد شاه می‌نویسیم و کفایت میکنه این وهمی بیش نیست آدم‌های تاریخی حتی آدم‌های ساده حتی نویسندگان کمبونیه نگاه بکنید می‌بینید در موردشون بارها و بارها زندگی نامه هاشون نوشته میشه بازاندیشی میشه برای اینکه اسناد تازه روشن میشه و نگاه ما به جهان فرق میکنه ما الان در قرن 21 زندگی میکنیم تصور ما از انسان از اون چی که انسان محرکه های انسان هستند متفاوته پس این کتاب در واقع ترکیبی است از این اسناد در وهله اول بعد این مصاحبه ها در مصاحبه هم همیشه فرض من بر این بوده که همونطوری که خود من یادم میره در مورد خیلی چیزا همونطوری که خود من گذشته رو اونجوری که خودم دوست دارم به خاطر میارم دیگران هم همینطور یعنی اگه کسی ادعا میکنه من 1975 فلان چیزو به شاه گفتم اینو 40 سال بعد میگه فرض من برای اینه که این داره حتما یه چیزای رو قاطی میکنه اگه نه عمدن بلکه صرفا به لحاظ گذشته زمان اگر اون گفتار رو مثلا تونستم در جای دیگری هم تاییدش رو پیدا کنم اونو گذاشتم اگر کسی گفت مثلا در دوران ایران یعنی به من نگفتن برای اینکه من مثلا آقای ثابتی خب میدونست به من نباید اینو بگم برای اینکه در زندان بودم ولی وقتی که اگر میگفت در ایران شکنجه نیست مثلا اونچنان که در کتابش گفته خب 1001 سند دیگه هست که قابل استناده همین پرونده‌ای که گفتم در مورد شکنجه در ایرانه این پرونده 1956 و بختیار دقیقاً توضیح میده دقیقاً میگه چه شکنجه های در زندان های اون زمان فرمانداری نظامی میشه میگه شلاق اون دست یه جایی داریم به اسم حمام اونجا میفرستیم و در یه مورد هم از خرس استفاده کردیم خرس تجاوز نکرده ولی آوردیم تهدید به تجاوز کرد اینا جزء اسنادیه که در اومده و اون وقت دیگه اگه کسی بگه من حرفش رو نمیپذیرم یعنی این حرفا بر تنها زمانی در کتاب واردشون کردم که فکر کردم از طرف دیگری هم تو تایید براشون هست حالا در مورد ریشه های انقلاب برگردیم به ریشه های انقلاب من میخوام در واقع
اگر بخوام کتاب رو به نوعی از لحاظ نظری خلاصش بکنم، اگر کتاب یکی از کسی از من پرسید که نظرگاه تئوریک این کتاب چیه، روایتش از ریشه های انقلاب چیه، من میگفتم که به نظر من در این کتاب در سه زمینه در مورد انقلاب صحبت شد. یکی ریشه های ساختاریه که به انقلاب انجامید، یکی ریشه های سیاسیه که به انقلاب انجامید، یکی هم ریشه های شخصیست، نقص شخصیت شاه، چون که جاله خیلی زیبا توضیح داد. این دوگانگی که در شخصیت شاه بود به گمان من تأثیر بسیار بسیار مهمی در این انقلاب داشت. من این رو عرض کنم که به گمان من به هیچ وجه این انقلاب غیر قابل اجتناب نبود، تغییر در ایران غیر قابل اجتناب بود. وقتی من در 1975 به ایران برگشتم واقعا برام خیلی زود مسجل شد که تغییر در ایران اجتناب ناپذیره، ولی خیلی زود هم برام مسجل شد که این تغییر اونجوری که ما مثلا در کنفدراسیون میگفتیم نخواهد بود. اون چه که تصویر ما بود از واقعیت جامعه با اون چه که در جامعه وجود داشت همخوانی به گمان من نداشت، ولی اینکه وضع به این منوال نمیتونه ادامه پیدا بکنه به نظر من اشتراک ناپذیر نبود. حالا ریشه های ساختاریش چیه؟ ریشه ساختاری انقلاب ایران دقیقاً شبیه به همون ریشه ساختاری بحرانی است که الان در مصر هست، بحرانی است که در تونس هست، بحرانی است که در ترکیه هست، و اولین مصداقش در ایران صورت گرفت. و یه مقداری تجربه ما شاید برخی از طبقات متوسط و طبقات عرفی این کشورها رو حساس‌تر کرده به پیامد این تغییر. الان عرض می‌کنم منظورم چیه. شاه در ایران یه تغییر بسیار بنیادی ایجاد کرد، تغییری که خیلی ها در کنفدراسیون مثلا کاملا منکرش میشدن، این که شاه تونسته فئودالیسم رو در ایران برچینه، بساطش رو برای بچه های خارج از کشور و برای بخشی از بچه های داخل کشوری که از منظر چپ به قضیه نگاه میکردن قابل قبول نبود. یه آدم فئودال وابسته خودش، یه کمپرادور وابسته در بافت تئوریک نمیخورد که میتونه نظام فئودالی رو عوض کنه، ولی عوض کرده بود. به گمان من شاه نظام فئودالی رو عوض کرد، ولی به شیوه بعدی عوض کرد. به شیوه عوض کرد که اولا پیامدهاش رو نسنجیده بود. شما وقتی که یه جامعه عمدتاً روستایی، جامعه‌ای که برای 2000 سال عمدتاً روستایی بوده، یه دفعه ظرف 10 سال تبدیلش می‌کنیم به یه جامعه عمدتاً شهری و میلیون‌ها احمدی نژاد یه دفعه وارد تهران می‌کنیم، این یه پدیده خوف‌انگیزیه. یعنی یه چیزی تغییر خواهد کرد، جامعه از درون داره تغییر اساسی میکنه، یه کسی باید بیاد این نیروهای جدید رو بسیج بکنه، در خوی تجدد با اینها همسویی پیدا بکنه، اینها رو در واقع تربیت باز تجدد خواهانه در مفهوم مدرنیته بده، قواعد شهرنشینی رو بگه، بهشون تفهیم بکنه که هر زنی که اگر بی‌حجاب در خیابون میاد تو حق نداری بهش حمله بکنی. اون ماجرایی که در توفیق خیلی سرصدا کرد، اون کسی که حمله کرده بود، خب می‌دونید همه بهش می‌خندیدن، ولی یه پدیده‌ای رو داشت توضیح میداد به گمان من، همون پدیده‌ای که در نقش صمد هم متجلی است، همون پدیده‌ای که در فیلم خالو هم متجلی است، اینها که از روستا میان و یک دفعه با یه فرهنگ کاملا جدیدی مواجه میشن. تنها یک نیرو در دهه 15 سال آخر شاه، وقتی که این حرکت عظیم به شهر صورت گرفت، تنها یک نیرو اجازه داشت در میان این طبقه تازه به شهر آمده فعالیت بکنه. شاه امکان فعالیت رو بر همه نیروهای دموکرات، نیروهای میانه رو، نیروهایی که حاضر بودن در چارچوب قانون اساسی ولی از موضع انتقادی فعالیت بکنن، بس تمام احزاب رو بست، جبهه ملی رو داغون کرد، چپ رو داغون کرد، به یک نیرو اجازه داد در همه کشور فعالیت کنه، مذهبی ها. تمام مساجد، تکیه ها، حسینی های ارشاد،
شما نگاه بکنید شاید بهترین نمادش تغییری است که در معماری خود دانشگاه تهران صورت می‌گیره. دانشگاه تهران رضا شاه ساخت، اجازه نداد درش مسجد ساخته بشه. در دوران محمد رضا شاه یه مسجد ساختن، نه تنها یه مسجد ساختن، مسجد یه جایی ساختن که مشرف به تمام دانشگاه بود. انگار دانشکده حقوق زیر نگاه دائمی مسجد بود. پس وقتی به این چیز ساختاری نگاه میکنیم، یه جامعه عظیم تحول پیدا کرده، یه طبقه متوسطی داره ایجاد میشه. اینها هم همه به لحاظ اینکه شاه این کارا رو میخواست بکنه نبود، بعضیش نتیجه های اجتناب ناپذیر تحولاتی که در ایران داشت اتفاق میافتاد. من اصلا مثلا با این نظریه موافق نیستم که رضا شاه یا محمد رضا شاه آمدن و پیشتر از جامعه مسئله زنان رو حل کردن. زنان ایران بودن که 100 سال قبل از رضا شاه کشف حجاب کردن. اولیشون قرة العین 100 سال قبل از رضا شاه کشف حجاب کرده بود. قمر 2 سال قبل از رضا شاه کشف حجاب کرده بود. ما هزاره فردوسی 3 سال قبل از کشف حجاب زنان دانشگاهی ایران بدون حجاب میرن نزدیک مشهد در کنفرانس. یعنی این از پایینه که این حرکت داره صورت میگیره. زنان خواستشون دارن، یه طبقه متوسطی داره کم کم پیدا میشه، یه طبقه شهرنشینی داره کم کم پیدا میشه. منتها اصلاحات ارضی با پول نفت این قضیه رو، کیفیتش رو، آهنگش رو شتابان کرد. یک نفر در اون زمان هست که میفهمه این اتفاق چگونه داره میفته و چه پیامدهایی داره. ابتهاج در اون زمان در زندانه، رئیس سازمان برنامه بوده، یه انسان شگفت‌انگیزی است. خود همه چیزا رو خودش به خودش یاد داده، انگلیسی رو از فارغ التحصیلای هاروارد بهتر می‌نوشته. با شاه در میفته، مخالف خریدهای تسلیحاتی در ایران بوده، در همین دانشگاه استنفورد در 1959 سخنرانی میکنه علیه خریدهای اسلحه و برشون دارن. بعد از مدت زندانش میذارن. وقتی میفهمه شاه داره میاد آمریکا، از زندان یه نامه می‌نویسه به دوستان آمریکاییش، میگه شما شاید بتونید شاه رو متقاعد بکنید که این راه انقلاب ارضی کردن، اصلاحات ارضی کردن خطرناکه. شما به چه حقی مردم رو سلب مالکیت ازشون می‌کنید؟ میگه شما نظام سرمایه‌داری اگه می‌خواید درست بکنید، باید در چارچوب حق مالکیت این کار رو انجام بدید. میگه من میتونم یه نظامی درست بکنم، یه نظام مالیاتی درست بکنم که تمام این فعودال‌های غایب رو در واقع ناچار بکنه زمیناشون رو بفروشن، ولی سنت قصد رو آغاز نکنید، سنت مصادره رو آغاز نکنید. اگه میخواید نظام سرمایه‌داری داشته باشید، شما میگید میخواید در ایران نظام سرمایه‌داری باشه، نظام سرمایه‌داری با مصادره دولت همساز نمیتونه باشه. اگر این کارو بکنید بعداً مصادره کارخونه هم خواهید کرد و دیدیم که دقیقا هم همین شد. یعنی شاه کار مصادره رو از دهات به ساخت به تلویزیون کشون، ثابت رو ناچار کرد که تلویزیونش رو بفروشه، دانشگاه ملی رو ناچار کرد که دانشگاه رو بفروشه. حالا بیده میگم پول زیادی بهشون دادن، خود خانواده ثابت میگه یه سوم اون چیز هم که قیمت واقعیش بود به اون ندادن، ولی مهم اونه که به ناچار ازشون گرفتن. مهمترین معدن ایران رو به زور از رضایی گرفتن، معدنی که هم فرانسوی ها هم آمریکایی ها هم انگلیس ها یه وقتی داشتن و فکر کردن که فایده نداره، معدن مثل سرچشمه. یعنی این در واقع دولت زدگی، این تصور که دولت میتونه بیاد این بافت اقتصادی رو عوض بکنه و کار نظارت بر اینها رو در عرصه اقتصادی به عهده بگیره و در این حال هیچ نوع فعالیت سیاسی هم برای اینها اجازه نده، اینها به نظر من مهمترین ریشه های ساختاری اون انقلاب بودن. اون چیزی که کمک میکرد به اینکه این انقلاب به این شکل در بیاد در واقع وجه سیاسی ریشه های این انقلابه. شاه یک گمان اساسی داشت که به نظر من شاید مهمترین ریشه انقلاب 1979 در اون بود. گمان شاه این بود که مذهب متحد سلطنت علیه خطر عمده‌ای که رژیمش رو تهدید می‌کرد، به گمانش یعنی چپ و
نیروهای ملی. بعد از 28 مرداد به خصوص با دکتر مصدق، ولی در تمام دورانش مذهب شگفت‌انگیز. زبان شاه از 1941 تا 1960 در زمینه نقشی که برای مذهب قائل در ایران، برای اینکه میخواد در مواجهه مثلا با قوام آخونده رو بیاره تو کار علیه قوام، یا در مواجهه با دکتر مصدق آخونده رو بیاره علیه قوام. این واقعیتیه که جبهه ملی با فدایان اسلام توافق کردن بر سر ترور نخست وزیر قانونی مملکت، و این یک واقعیتیه که جبهه ملی طرفدارانش، حالا این که مصدق موافق این کار بوده یا نه اون رو تا به حال من ندیدم کسی بتونه به قطع ثابت بکنه، ولی این که تروریستی رو که نخست وزیر قانونی مملکت، شما چه رزمارا رو دوست داشته باشین چه دوست نداشته باشین، نخست وزیر قانونی مملکت از طریق همون طریق آمده بود نخست وزیر شده بود که دکتر مصدق نخست وزیر شد، اینو ترور کرد، دادگاه محکومش کرد. قوه مقننه که در قانون اساسی هیچ نقشی نباید در قوه قضاییه داشته باشه، حکم به براءت این داد، و رئیس مجلس آیت الله کاشانی با همدلی نمایندگان جبهه ملی از یک تروریست قهرمان ملی ساخت. یعنی هم اپوزیسیون توهم داشت در مورد اینکه این نیروها چه جنمی دارن، و این یادتون نره این نیرویی است که کسروی رو کشته، این نیرویی است که شاه رو سعی کرده ترور کنه، این نیرویی است که حجیر رو ترور کرده، این نیرویی است که بعدها علا رو سعی میکنه ترور بکنه. یعنی فدایان اسلام یک جریان بسیار بسیار جدی بودن که از 1941 شروع میشه، ولی نیروهای سیاسی به این گمان که اونها هم به این گمان که دعوای اصلی با امپریالیسم غربه و هر کسی که با امپریالیسم به جنگ متحد ماست. پس اگر نواب صفوی در عوالم مقالش به اصطلاح، یا آیت الله خمینی در عوالم مقالش به اصطلاح حملاتی به غرب میکنه، اون حتما ضد امپریالیسته، ما باید ازش دفاع بکنیم، در حالی که هر ضدیت با غرب ضدیت با امپریالیسم نیست. ضدیت با غرب میتونه ضدیت با تجدد باشه، میتونه ضدیت با فرهنگ مدرن باشه. این تفاوت در اپوزیسیون مشاهده نمیشد. اونهایی هم که مشاهده میکردن، اون انگشت شمار انسانهایی که میدیدن این اشتباه رو، توسط اپوزیسیون، توسط حزب توده، توسط نیروهای رادیکال کاملا ایزوله شدن. کسی که در 1963 دید خطر آینده رو و گفت که در این دعوا شاه طرف مترقی‌تر از روحانیتی که میگه زن نباید حق رأی بده، خلیل ملکی بود. خلیل ملکی رو سکه یه پول کرد اپوزیسیون و رژیم شاه هم انداختش زندان بعد از همین حرفا. پس یک تحول عظیمی در جامعه داشت اتفاق میافتاد. تمام نیروهای سیاسی رو شاه یا داغون کرد یا امکان فعالیت رو ازشون گرفت، و اون نیروها نه طرف توجه ساواک بودن نه طرف توجه اپوزیسیون بودن. چند تا مقاله جدی هنوز امروز 35 سال بعد از انقلاب در مورد فدایان اسلام نوشته شده. چند نفر شما زندگی نواب صفوی رو خوندید در موردش؟ چند نفر اندیشه های نواب صفوی رو میدونید چیه؟ چند نفر میدونید که شبکه‌ای که آیت الله خمینی در 1962 ایجاد کرد ابعادش چی بود؟ این مؤتلفه‌ای که ایجاد کرد از کجا اومد؟ کیا بودن؟ چی میخواستن؟ چند نفر نوشته آیت الله خمینی اولین نوشتهش رو خوندیم همه نتونستیم بخونیم برای اینکه سواک ممنوعش کرده بود. اون کتابی که آیت الله خمینی نوشته علیهش چند نفر خوندن؟ خمینی اولین کتابش رو فارسی علیه یک کتابی می‌نویسه که در قم منتشر شده. در قم، دوستان عزیز، در 1938، اسرار هزار ساله، چند نفر از شما کتابو خوندید؟
به قول خانم برودی لکرم در اکرم آف ایرانیان انتلیکچوالز اینجا نشستیم. از گروه شما روشن فکرتر تعارف نمی کنم، با هم چیز نکنید. از شما بهتر در برکلی لکرم در اکرم برکلی اومدن. یک نفر این کتاب دو نفر دیدن، نمیدونم چند نفر خوندن. چطور پیدا نمیشه؟ 34 سال بعد هر مزخرفی رو در خارج چاپ میکنن، این کتاب رو چاپ نمیکنن. تو ایران ممنوعه، واضحه تو ایران ممنوعه، برای اینکه پنبه آخوندیزم رو زده، برای اینکه تمام ریشه ولایت فقیه رو زده، در قم زده، در 1938. نه تنها در ایران نخوندن، رژیم شاه هم ممنوعش کرده. آقای حکمی زاده، اگه کتاب بدین تیکایشو براتون میخونم، من تیکای زیادشو آوردم در اینجا. یه دلیلی که کتاب انگلیسیش خیلی مفصل تر از فارسیه اینه که این قسمت ها رو من روغنشو فارسی زیادتر کردم. در انگلیسی فکر نمی کردم مثلا این کتاب در سطح انگلیسی وسیع پخش شد دیگه، مکمیلان چاپش کرده بود. انگلیسی مثلا آمریکایی که تو کنزاس نشسته داره کتاب میخونه، حکمی زاده خیلی براش به غیر از دو سه جمله چیز نیست. همون که بدونه در قم یه نفر بوده آخونده رو انتقاد میکرده براش جالبه، ولی برای ما ایرونی ها حتما خیلی جالبه که یه کسی در قم یه چنین مطلبی نه. اصلا عنوان اول کتاب خمینی جوابیه‌ای بر اسرار هزار سال است، و برای اینکه ماها نفهمیم که این کتاب چقدر مهمه، عنوان کتاب رو در چاپ بعدی عوض کرد. دیگه عنوان کتاب درش نیست. حالا من چرا میکنیم پیداش کنم. اساس حرفش اینه که روحانیت یه اسلامی ساخته، یه احکامی درست کرده که فقط برای خودشون موندونی باشه، و نشون میده که اینا نه با قرآن سازگاری داره نه با اسلام سازگاری داره. یه تشیع برساخته خود اینا. یعنی اون کتاب که بخونی دیگه شریعتی، تشیع صفوی شریعتی لفاظیش از این بهتره، ولی اساس کلام چیز متفاوتی نیست. من در بخش پنجم صفحه 9 صفحه 60 بله. میگه این در 59 صفحه، یکی از این اصلاح طلبان مذهبی جوانی بود اهل قم، علی اکبر حکمی زاده نام داشت و نشریه به نام همایون را به راه انداخت که نخستین شماره آن در ژانویه 1935 منتشر شد. هر شماره مجله دقیقاً 32 صفحه داشت و در هر کدام سوای مقالات براستی سنت شکن متعدد در باب تشیع، نوشته هایی هم در باب بهداشت عمومی، گاه حتی مطلبی در زمینه تفریحات به چاپ می‌رسید. حکمی زاده در این حال کتابی به نام اسرار هزار ساله منتشر کرد. خطاب کتاب اونچنان که از صفحه اولش برمی آید، نقل قوله، پیشوایان دین کنونی ایران و سخنرانان و نویسندگان و جمعیت های طرفداران آن است. میگوید این چیزها که شما دین نهاده ای 95 درصدش گمراهی است و برای اثباتش هم حاضرم. میپرسید چه شد که اسلام در نیم قرن نیمی از جهان را گرفت، ولی در 13 قرن همواره رو به پستی و اختلاف رفته. در وصف این دروغ ها هم مطالبی شگفت متذکر میشد. نخستین دروغ بزرگ را نوعی شرک میخوان. میگفت ما از خدا تنها نامش را حفظ کردیم، ولی اختیارات آن را میان امامان و امامزادگان به نسبت شهرت تقسیم کردیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل اولش اینه که حاکم اصلی در ایران خداست و نایبش که آخونده باشن اصل حاکمیت از اون میبرن. این 1939 گفته که اینا ادعای کذبه، 95 درصدش غلطه. می گفت در هر شهر و دهی یک یا چند بتخانه برپا کرده. بتخانه کتاب آقای فرای رو بخونید، میگه بخش اعظم اون چیزی که در ایران به عنوان امامزاده هست در دوران قبل از اسلام بتخانه ها بوده، محل های
پرستش زرتشتی بوده. حالا تازگی ها امامزاده ارمنی هم کشف کرده. گلشیری یه داستان شگفت‌انگیز زیبایی داره در مورد یه دهی که سعی میکنن یه امامزاده درست بکنن توی نمازخانه کوچکی من اگه نخوندید از من بخونید، خیلی خیلی زیباست. ولی من قرار بود که نیم ساعت بیشتر صحبت نکنم، بیشتر صحبت کردم، یه چند دقیقه دیگه رفع زحمت دیگه ریشه سوم، بله ریشه سوم شو میگم، بله. یعنی این دو ترکیب، یعنی تغییر جامعه، یک تجددی که داشت در جامعه ایران ایجاد میشد. دوباره ببینید، شما برگردید به 1900 مثلا 58 به بعد، از اون زمان به بعد در ایران داره یه تحول شگفت‌انگیز هنری، فکری، تصویری ایجاد میشه. سبک جدید نقاشی آغاز میشه، سبک سباخونه. در معماری مقدم فرمان فرماییان اینا میان یه سبک معماری جدید ایجاد میکنن. این سبک خیلی مهمه، متجدده ولی مرعوب غرب نیست، مقلد غرب نیست. هتلی که میسازه عین هتل هیلتون کنزاس سیتی نیست، هتلی که میسازه شاه عباس اصفهانه که به طور غیر قابل انکاری ایرانی است و مدرنه. کاخی که میسازه نیاورانه، کاخی است که هم ایرانی است هم جهانی است. در عرصه نقاشی این سبک جدید ایجاد میشه، در عرصه هنر، در عرصه نمایش بیضایی شروع میکنه، تاریخ نمایش رو می‌نویسه. زبان در 20 سالگی، بعضی شما هفته پیش در استنفورد بدید، ما نمایش بیضایی رو روخونی کردیم، نمایش آرشش رو. این نمایشی است که در 20 سالگی نوشته، این دقیقا همین دورانی که دارم عرض میکنم، به زبان بقایت زیبای فارسی شعرگونه و یک نگاه بسیار بسیار متجددانه و هنرمندانه و زیرکانه از آرش. به جای اینکه از آرش یه بت سیاسی بسازه، از آرش یک انسان سیاسی ساخته و در این حال داره پنبه مفهوم منجی پرستی رو میزنه. یعنی اینکه امام زمانی، آرشی، حزبی، سرداری که بیاد شما رو نجات بده نیست، منجی خود شما هستید و هی منتظر نمونید از زمان آرش تا به حال بگید آرش بازم داره میاد. در عرصه نقد شما شروع میبینید که کسانی مثل گلستان، مثل گلشیری بعد از او شروع میکنن بحث این که قصه الزاماً از غرب، رمان از غرب نمیاد. کی گفته رمان فقط از غرب میاد؟ کی گفته قصه فقط از موپاسان میاد؟ چرا ما نریم از بیهقی قصه‌گویی رو یاد بگیریم؟ چرا در حسنک وزیر قصه سراغ نکنیم؟ بعضی از دوستان تئاتری رفتن حسنک وزیر رو سعی کردن تئاترش بکنن، به جای اینکه فقط بفکر کنن چه خوف رو میشه تئاتر کرد، فکر کردن میشه از درون این سنت آورد. بیضایی شروع میکنه کند و کاف کردن در مورد اشکال از بین برده شده تئاتر در ایران. ما پارسال سایه بازی بیضایی رو بردیم در استنفورد صحنه جانا و بلادور. 700 سال پیش این فرم هنری در ایران بوده. تجدد، رنسانس یعنی بازآفرینی اون چیزهایی که در گذشته قابل استفاده برای آینده ما هست. نسل اول متجددی ما فکر کردن تجدد یعنی تقلید از غرب. زبان تو انگلیسی بکن، فرانسه بکن، هر چی که متون قدیمی هست اینها به قول هدایت نقش قبر. یه مقاله داستان طنزآمیز در مورد فروزانفر نوشت صادق هدایت، فقط به جرم اینکه هدایت نشسته بعضی از متون قدیمی رو داره تصحیح میکنه، یعنی نقش قبر میکنه. اول شیخ یا اول ریش حالا یادم نیست چیزی. برای اینکه به گمان هدایت تجدد ایران بر ویرانه سنت ایران برپا خواهد شد، این نسل جدید میگن نه، تجدد ایران بر ویرانه سنت ایران نیست، تجدد ایران بر اساس بازآفرینی اون جنبه‌های از سنت که قابل استفاده است و در این حال جهانی هم باید باشه. شما نمیتونید تئاتر مدرنیست باشی فقط از بیهقی یا از مثلا
تعزیه بخواید کار کنید. باید تئاتر مدرن هم بدونید. ترکیب این دوتا داشت در ایران پیدا میشد. اون چیزی که امروز در ایران داره اتفاق میفته و به نظر من یک تحول عظیم فرهنگی است و زیراب این رژیم رو زده و داغون کرده، دقیقا ادامه همین تجدده. یه تجددی در داخل در ایران ایجاد شده، از پایین، از موسیقی. ببینید بلایی که بر سر موسیقی این نسل جدید داره میاره، چگونه موسیقی ایرانی رو داره جهانی میکنه و متغیر میکنه و متحول میکنه. حتی خود شجریان، موسیقی تجدد شجریان رو الان در موسیقی ببینید، مقایسهش بکنید با شجریان مثلا 50 سال پیش، 40 سال پیش، که فکر میکرد موسیقی یعنی با 3 نفر هم نوایی کردن. الان با ارکستر 20 نفره میشینه، نصف سازاش هم خودش درست کرده و نصف سازاشو درست کرده برای اینکه میگه بعضی از سازهایی که داریم تمام دستگاه‌ها رو نمیتونه بزنه، تمام نوت‌ها رو نمیتونه بزنه. یعنی یه تجدد ایرانی. این در همه سطح داشت اتفاق میافتاد. تنها جایی که محل بروز نداشت سطح سیاسی بود. وقتی که جامعه به بحران دچار شد، نه اندیشه سیاسی درش رشد کرده بود، نه شاه اجازه داده بود اندیشه سیاسی در حتی در توجیه خودش باشه. یک کتاب در دوران شاه نوشته نشده، در 35 سال اخیر هم نوشته نشده که بگه چرا در دوران تجدد بهترین نوع حکومت برای ایران سلطنته. وقتی که سلطنت در تجدد انگلیس به بحران میخوره در ظرف حدود 100 سال، بیش از 300 کتاب سلاطین و اطرافیانش در توجیه سلطنت نوشتن که چرا سلطنت برای انگلیس خوبه. در ایران گاه تنها چیزش میگه که شاه میگفت سلطنت پیوند طبیعی است بین من و مردم، این نقش دیرینه داره. این تحولات ساختی و سیاسی همراه شد با یک شخصیت بسیار به گمان من غریب. اگر کتاب رو دیده باشید می‌بینید که همه بخش‌ها به غیر از یکی که در مورد شوروی است، نقل قول خیلی زیاد، همه بخش‌ها با شکسپیر شروع میشه، ولی همه بخش‌ها منها یکی با نقل قول‌هایی از شکسپیر در ریچارد دوم. ریچارد دوم خیلی شبیه به شاه، شخصیتی است به غایت مهم در تاریخ انگلیس و شخصیتی است که درست در اون لحظه از تاریخ انگلیس میاد که تجدد داره در انگلیس میاد و این دعوای اصلیش این است که آیا سلطنت رو میشه برانداخت یا نه. و این هم میگه نه، سلطنت ودیعه الهی است، نمیشه برش انداخت و برش انداختن. ریچارد دوم مثل شاه کسی بود که وقتی احساس قدرت میکرد قدر قدرتی میکرد. به محض اینکه احساس ضعف کرد اومد از رسمن تاج رو تحویل مخالفینش داد. اونا بهش گفتن قربان ما برای تاج نیومدیم، نمایش رو ببینید. نمیدونم اگه دیدید، اگه ندیدید تو رادیو تلویزیون میشه راحت دیدش. میگم ما برای تاج نیومدیم، زمین اون از ما گرفتین، زمین رو پس بدید. میگن آخر شما تاج میخواین بخواین به تاج بگین ولی خدا پدرتون رو در میاره. خب تاج گرفتن، ریچارد هم بردن. یعنی یه شخصیتی است که به نظر من، میدونم شاید بعضی از دوستان با این نظر موافق نباشن، به نظر من شاه خیلی ایران رو میخواست، قدرت ایران رو میخواست، برای ایران تجدد میخواست. ولی من کتاب رو با این نقل قولی از شکسپیر پایان دادم، از اوتلو. یا اوتلو وقتی که زنش رو میکشه میگه وقتی تاریخ من رو نوشتید بنویسید که من دوست داشتم ولی بد دوست داشتم. شاه ایران رو دوست داشت ولی بد دوست داشت. فکر میکرد فقط او حق داره ایران رو دوست داشته باشه و فکر میکنم فقط او میدونه که خیر ایران در چیه، در حالی که سیاست‌هایی که خودش کمک کرده بود به ترویجش یه طبقه تحصیل کرده جدید ایجاد کرده بود. این تکنوکرات‌های جدید ایران واقعا قدر بودن در کاراشون. شما برید ببینید این افرادی که مثلا در 75 76 بعضی از این ادارات رو دارن چه آدم‌های جالبی بودن، چه تجربیات جالبی داشتن. خب با اینها نمیشه به شیوه ناصرالدین شاه حکومت کرد. در 1967 در دفتر کندی، رابرت کندی می‌خواست رئیس جمهور بشه. کندی خیلی از شاه بدش می‌آمد، رابرت کندی به خصوص نفرت داشت از شاه. و این شاه در اوج قدرت بود، اینم می‌خواست رئیس جمهور بشه.
یه کسی رو وادار میکنه که یه مقاله تحقیقاتی در مورد ایران بنویسه. این آینده ایران چی میشه؟ درخشان مقاله. میگه در ایران یه طبقه جدیدی داره میاد رو کار که در بهترین دانشگاه‌های دنیا تحصیل کرده. میهن پرسته. تجددخواه. دیگه هم فقط مفتون مصدق نیست مثل پدر مادرشون. ایران رو میخوان و به هر قیمتی میخوان ایران متجدد بشه. شاه نمیتونست با این طبقه مگر اینکه کاملا بیعت بکنن و فرمانبردارش بشن همسویی بکنه. خودش متوجه بود که یک بحرانی در راهه. دوباره من در کتاب به تفصیل نوشتم در 74 73 74 خیلی نزدیک میشه به ایجاد یک حزب واقعی. سمیعی مهدی سمیعی یکی از خوشنامترین تکنوکرات رو میاره و شروع میکنه 6 ماه با این مذاکره کردم. من اون شرح مذاکراتش رو سمیعی هر شب مینوشته، اون یادداشت‌ها رو داد به من. واقعا شگفت انگیز و غم‌آوره. از یه طرف این آدم متوجهه که شاه متوجهه که وضع موجود قابل دوام نیست، ولی از یه طرف دیگه نمیخواد شل بل کنه. میگه شما برید یه حزب درست بکنید، از دولت انتقاد بکنید. سمیعی میگه قربان، ما اگه انتقاد بکنیم ممکنه به شما بر بخوره. اینم داست مثلا یه سال بعد از اینی که رئیس حزب مردم رو از همه مشاغل برکنار کرده شاه به جرم اینکه گفته انتخابات در ایران تقلبیه. شاه عصبانی شده. شاه که میدونست انتخابات تقلبیه، لیستا رو میبردن خودش تعیین میکرد. خب وقتی که یه کسی رو میگه رهبر اپوزیسیون اینو میگه، خب باید بذاری این حرفش رو بزنه دیگه. سمیع اون تجربه رو داره، نگرانشه. میگه قربان اگه ما یه چیزی بگیم ممکنه مثلا در علازت بر بخوره. شما میگه نه نه، ما خودمون میگیم شما چی نقد بکنید. سمیع میگه خب این که نمیشه. ما چیزی میگه مثلا مثال میزنه، میگه ما مثلا اخیراً خبردار شدیم که یه کارمندی در شرکت راهن یه مقدار دینامیت به تروریستا فروخته. ما اینو به شما یواشکی میگیم، شما بیاید دولت رو نقد کنید. خب این شد دولت اپوزیسیون. ولی اینکه شما فکر کنید یه چنین دولتی نیاز بهش هست نشون دهنده اون بحرانه. ولی شاه به لحاظ این شکنندگی شخصیتش، به لحاظ اینکه در بحران همیشه میل اولش گریز از مرکز بود، وقتی بحران آمد اولین گرایشش مثل 1941، مثل 1943، مثل 1945، مثل 1951، مثل 1953 گریز از مرکز بود. حتی 1961 شاه نزدیک بود از ایران بره. 1949 تهدید بکنه که از ایران بره. مردی که وایسه، من دوباره در کتاب از شکسپیر نقل قول کردم اون دوگانگی شخصیتش، مرغ دلی بود که چون شیر قرش میکرد. و اگر شما مرغ دلید بهتره که مثل شیر قرش نکنید، چون اگر مثل شیر قرش کنید میان سراغتون و اگر جا بزنید میره بر مملکت اون چه که بر ایران رفت. خیلی متشکرم.